شب تاریخی یامال، اولین گل در یورو در 16 سالگی. سومین خرید تابستانی رئال دوشنبه در مادرید. سه غول اروپایی به دنبال بمب تابستانی بارسا. رونمایی از مده جدید توپ طلا. من یامال 16 سال سن دارم. این به رقیب جدید پیدا کرد. شوک بر رئال، دیوید آلابا رفت تا 2025. مصونیتی که خوب نمی شود. اسپانیا 2 فرانسه 1. بچه مدرسه ای ها بدشان درس دادند. تیم ملی اسپانیا موفق شد با پیروزی 2-1 مقابل فرانسه به فینال رقابت یورو 2024 راه یابند. اولین فینالیست یورو 2024 مشخص شد. شاگردانی لوئیس دلافونته در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی، در حالی که با گل زود هنگام فرانسه عقب افتادند، توانستند با گل های لامین یامال و دنی اولمو به پیروزی 2-1 برسند. شوک بر رئال، دیوید آلابا رفت تا 2025. مصونیتی که خوب نمی شود. دیوید آلابا طبق ادعای منابع اتریشی تا سال 2025 نمی تواند به فوتبال برگردد. دو ماه پیش، در حالی که هواداران رئال مادرید بی‌صبرانه منتظر اطلاع از تاریخ دقیق برگشت دیوید آلابا به میادین بودند، خبری منتشر شد که نشان می‌داد رئالی‌ها باید چند ماه دیگر منتظر برگشت او باشند. رلوا مدعی شده بود که دیوید آلابا تحت عمل جراحی قرار گرفته و زانوی پای چپ او جراحی شده است. بدین ترتیب گفته شد آلابا زودتر از ماه سپتامبر به میادین بر نخواهد گشت. اما امروز منابع اتریشی خبر بدتر منتشر کردند، اینکه آلابا هنوز نمی‌تواند به خوبی راه برود و بازگشت او شاید تا سال 2025 طول بینجامد. این یعنی رئال نمیتواند یکی از بهترین مدافعانش را در نیم فصل اول فصل 2024-25 در اختیار داشته باشد، در حالی که ناچو و رافا مارین را نیز از دست داده است. دیوید آلابا از اواخر دسامبر سال قبل به دلیل مصونیت برای رئال بازی نمیکند. او اولین بار به دلیل پارگی رباط صلیبی حاشیه نشین شد و در اواسط دسامبر مشکل منیسکم پیدا کرد. شب تاریخی یامال، اولین گل در یورو در 16 سالگی. اسپانیا روی ضربه دیدنی لامین یامال مقابل فرانسه به گل تساوی دست پیدا کرد. بازی اسپانیا و فرانسه همانطور که پیش بینی میشد جذاب و تماشاگر پسند دنبال میشد و دو تیم در عرض 20 دقیقه 2 گل زدند. فرانسه این بازی را خیلی زود با گل همراه کرد و موفق شد در دقیقه 9 روی ارسال کیلین امباپه و ضربه سر راندال کولوموانی دروازه یونای سیمون را باز کنند. با این حال فرانسه اصلا در حفظ این برتری موفق نبود و به حریفش اجازه داد تا خیلی زود دروازه مایک مانیان را باز کنند. اسپانیا بعد از گلی که دریافت کرد بیشتر کنترل توپ را در اختیار گرفت و به سمت محوطه جریمه حریف حرکت میکرد تا فرصت خوبی خلق کند. خلاقیت فردی لامین یامال که پدیده اسپانیا در این یورو بوده آنها را نجات داد و این هافبک 16 ساله تمام حاضران در ورزشگاه را مات و مبهوت مهارت بالای خودش کرد. یامال از فاصله بیش از حد معمول مایک مانیان با خط دروازه بهترین استفاده را برد و موفق شد با ضربه فنی پای چپ توپ را از بالای دست دروازه‌بان عبور دهد که پس از برخورد با تیر عمودی وارد دروازه شد و در دقیقه 31 گل تساوی اسپانیا به ثمر رسید. این اولین گل یامال در مسابقات یورو بود که با حضور در این بازی با 16 سال و 362 روز سن به جوانترین بازیکن ادوار نیمه نهایی یورو تبدیل شده است. سه غول اروپایی به دنبال بمب تابستانی بارسا. بارسا در راه جذب نیکو ویلیامز بی رقیب نیست و سه باشگاه بزرگ اروپایی نیز علاقمند به خرید ستاره بیلبائو هستند. یورو 2024 برای بیلبائو معذر شاید قابل انتظار را به همراه داشته است. نیکو ویلیامز مهاجم اتلتیک که روز جمعه 22 ساله می شود یک از فوتبالیستهایی است که در تابستان امسال بیشترین بازار فروش را دارد. اگرچه تا سال 2027 با بیلبائو قرارداد دارد و بند فصل آن 58 میلیون یورو است. طبق ادعای مارکا نیکو توجه باشگاه‌های بزرگ اروپایی را به خود جلب کرده و 4 قهرمان اروپایی حاضر به جذب او هستند. بارسلونا، بایرن مونیخ، لیورپول و چلسی با دقت وضعیت این بازیکن را دنبال می‌کنند. اگرچه هیچ یک از آنها پیشنهاد رسمی به اتلتیک ندادند. آنها البته پاسخ را خوب می دانند. هیچ مذاکره امکان پذیر نخواهد بود. اگر نیکو بیلبائو را ترک کند به این دلیل است که باشگاه خریداری و بند خرید را فعال کرده است. سومین خرید تابستانی رئال دوشنبه در مادرید.
رئال مادرید اولین پیشنهاد رسمی خود برای لینی یورو را ارائه کرده و بسیار خوشبین است تا دوشنبه انتقالش از لیل را نهایی کند. رئال اولین پیشنهاد رسمی خود برای جذب لینی یورو را به باشگاه لیل ارائه کرد و خوشبین است مذاکرات زودتر به نتیجه نهایی برسد. رئال از 2 سال پیش یورو را تحت نظر دارد و با خود بازیکن نیز به توافق شخصی رسیده است. دلیل اینکه رئال تا دیروز برای خرید و اقدام نکرده بود به قضیه جدای ناچو و رافا مارین ارتباط داشت. ناچو به القادسیه عربستان رفت و انتقال مارین به ناپولی نیز مراحل نهایی خود را طی می‌کند و امروز و فردا رسمی می‌شود. با از دست دادن دو مدافع حالا خرید یورو یک نیاز اساسی برای رئال هست. او که مورد توجه PSG نیز قرار دارد، تنها یک سوال از سعودش به لیل باقی مانده و باشگاه فرانسوی برای فروش او 60 میلیون یورو می‌خواهد. ولی پیشنهاد اول رئال 35 میلیون یورو است. رقم منطقی برای یک بازیکن جوان که تنها یک سال از قراردادش باقی مانده است. رئال مادرید می‌خواهد یورو را دوشنبه آینده در کمپ تمرینی خود داشته باشد و او در اولین تمرین پیش‌فصل زیر نظر کارلو آنچلوتی حاضر شود. رئال به قدر خوشبین است که اطمینان دارد تا قبل از دوشنبه انتقال رسمی خواهد شد. یورو بعد از امباپه و هنریک سومین خرید تابستانی رئال خواهد بود. رونمایی از مده جدید توپ طلا. من یامال 16 سال سن دارم. امباپه رقیب جدید پیدا کرد. اولین رقابت رو در روی کلین امباپه به عنوان بازیکن رئال با لامین یامال را ستاره جوان بارسا برد. یامال ستاره جوان بارسلونا با درخشش خود در مقابل چشمان کلین امباپه در نیمه نهایی یورو 2024 جایگاه خود را به عنوان یک از بهترین استعدادهای جوان جهان فوتبال تثبیت کرد. این بازیکن 16 ساله با یک گل دیدنی از راه دور جوانترین گلزن تاریخ رقابت‌های یورو شد و نقش حیاتی در بازگشت دراماتیک اسپانیا برای صعود به فینال ایفا کرد. رسیدن یامال در این سن به تیم ملی بزرگسالان اسپانیا و عبور از چندین سطح جوانان نشان دهنده استعداد و بلوغ فوق‌العاده او در سطح بین‌المللی است. او رکورد‌های مختلف را در یورو 2024 شکست و به یک ستاره اصلی این تورنمنت تبدیل شد و حتی در صورت شکست در فینال هم تورنمنت فوق‌العاده‌ای را پشت سر گذاشته است و این در حالی است که امباپه یک از بهترین تورنمنت‌های دوران فوتبال خود را سپری کرد و با اینکه از او و تیمش به عنوان مدعی قهرمانی یورو نام می‌بردند اما هیچگاه در حد و اندازه یک مدعی ظاهر نشدند و با وجود رسیدن به نیمه نهایی با یک عملکرد نه چندان قابل قبول دیگر از دور رقابت‌ها کنار رفتند. در سمت دیگر یامال در لباس اسپانیا درخشید و همه توجه ها را به خود جلب کرد. این عمل کرده برجسته یامال زمین ساز یک رقابت جذاب در فصل جدید لالیگا خواهد بود. او در فصل پیش رو مقابل کلین امباپه که برای آل مادرید پیوسته قرار خواهد گرفت. این رقابت بین بارسلونا و رئال مادرید که دو تن از بهترین بازیکنان جهان را در اختیار دارند بسیار هیجان انگیز خواهد بود. این دو ستاره جوان در فصل جدید لالیگا در لباس تیم های بارسلونا و رئال مادرید رقابت های جذابی را رقم خواهد زد. مواجهه یامال و امباپه در ال کلاسیکو نه تنها بر جذابیت این رقابت تاریخی خواهد افزود بلکه به نوعی آینده فوتبال جهان را نیز به تصویر خواهد کشید. رقابت این دو بازیکن در زمین بازی به خصوص پس از اتفاقات یورو 2024 بسیار دیدنی خواهد بود. با توجه به رقابت تاریخی لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در این دو تیم، هواداران از حالا امیدوارند که یامال و امباپه بتواند یاد دوئل های رونالدو و مسی را زنده کنند. در حال حاضر ستاره 16 ساله بارسا برنده این جدال جذاب بوده، اما قطعا امباپه با گذر از مسئولیتش از ناحیه بینی و جو افتادن در ترکیب رئال حرفای زیادی برای گفتن خواهد داشت و رقابت در لالیگا به بالاترین سطح ممکن خواهد رسید.